ادامه میدیم کتاب علوم نهم رو، این بار با فصل هفتم تحت عنوان آثاری از گذشته زمین. به صورت خلاصه همین اول کار، آثاری از گذشته زمین چیا رو شامل میشه؟ خیلی چیزا، اما من به عنوان یه زمین شناس فقط به یه چیز کار دارم، اونم فسیل ها هستن. پس من میخوام در این فصل از فسیل ها با شما حرف بزنم. خیلی علم جدید، جالب و قابل تعاملی هستش این فصل. بین اول فسیل رو با هم تعریف کنیم. من زمین شناس به چی میگم فسیل؟ فسیل ها آثار و بقایای اجساد جانداران قدیمی هستند که در بین مواد، رسوبات و سنگ های رسوبی پوسته زمین وجود دارند. فسیل شناسان از آنها به عنوان شواهدی برای تفسیر و بازسازی تاریخچه زمین استفاده می کنند. پس آنچه که از بقایا، اثر حرکت جانداران گذشته به دست من می رسه، من زمین شناسی حالا به صورت ویژه فسیل شناس می شینم اینا رو مطالعه می کنم، برای اهداف مختلف رو بهش میگم فسیل. کار من این فصل، این داستان اینه که فسیل ها رو مورد مطالعه قرار بدم. اولا بریم روند فسیل شدن رو بررسی کنیم. شکل یک رو نگاه کنید، یه ماهی رو نشون میده داخل دریا زندگی میکنه و حرکت میکنه. شکل دوم زمانیه که این ماهی در اثر عوامل مختلفی از بین رفته و مرده، جسد این ماهی به کف حوضه رسوبی انتقال پیدا کرده. شکل سوم زمانی رو نشون میده که این جسد پوسیده از بین رفته، فقط بخش‌های خشک، جامد و محکم بدن ماهی که همون قسمت استخوانی و قزروفی میشه باقی مونده. رسوب گذاری انجام شده، این قسمت استخوانی درون رسوبات قرار گرفته. شکل چهارم روند رسوب گذاری رو نشون میده. رسوب من رنگ‌های مختلفی داره، جنس‌های مختلفی داره. در اصل شما توالی از لایه‌های رسوبی رو دارین در شکل مشاهده می‌کنید. یکی از این لایه‌ها که رنگ کرم داره، فسیلی رو هم درون خودش قرار داده که همون باقی مونده بدن ماهی هستش. توالی رسوبی شما در شکل پنجم کامل شده، تقریبا این لایه رسوبی رو میتونم بگم در سطح زمین ظاهر شده. در شکل ششم هم میتونم اینطور عنوان کنم، زمانیه که یک زمین شناس مثل من، مثل شما اومده وارد کار شده، دنبال این فسیل میگرده تا بتونه این فسیل رو پیدا کنه. حالا یا زمین شناس میتونه بیاد حفاری انجام بده فسیل رو پیدا کنه، یا در اثر عوامل طبیعی مثل هوازدگی و در نهایت فرسایش، این فسیل خودش خود به خود در سطح زمین ظاهر میشه. پس این شش تا شکل به من نحوه فسیل شدن یا روند فسیل شدن ماهی رو نمایش داد. به این تصاویر توجه کنید. فسیل ها انواع مختلفی دارن، میتونه فسیل یک گیاه باشه، میتونه فسیل یک جاندار باشه مثل فسیل صدف، یا فسیل جاندار بسیار بزرگتری به نام دایناسور. پس اینها هم انواع فسیل ها هستن. شرایط لازم برای تشکیل فسیل، میخوام ببینم چه شرایطی حاکم باشه، چه شرایطی ایجاد بشه تا فسیل ها به وجود بیان. یک، جاندار باید قسمت سخت مثل استخوان، دندان، صدف با پوسته آهکی و سیلیسی داشته باشد. دو، دورماندن جسد جاندار از اکسیژن، آب، گرما، باکتری و موجودات زنده دیگر. یعنی اگر بدن جاندار شما قسمت سخت نداشته باشه، خب چیش حفظ شه بمونه برای آینده، چیش باقی بمونه؟ پس داشتن قسمت های سخت مثل دندون، مثل استخوان، شما رو کمک میکنه، یعنی طبیعت رو کمک میکنه که یه فسیل تشکیل بشه. از این طرف اکسیژن وجود داشته باشه، عمل اکسیده شدن سریعتر انجام میشه، فساد سریعتر انجام میشه، در نتیجه از بدن موجود شما چیزی باقی نمیمونه که بعدها تبدیل بشه به فسیل، باید توسط موجودات دیگه خورده نشه، حفظ بشه. پس این شرایط دست به دست هم میدن تا شما یه فسیل زیبا و مناسب پیدا کنید. به عنوان یک پرسش، به نظر شما تنوع و تعداد فسیل ها در محیط های دریایی بیشتر است یا بیابان ها؟ چرا؟ من میگم در محیط های دریایی. برای حرف خودم هم دلیل دارم. ببینید درون دریا تنوع موجودات بیشتره.
وقتی تنوع بیشتر باشه، تنوع فسیل‌های من هم بیشتر میشه. از طرفی در مناطق بیابانی جانوری زندگی نمی‌کنه. ببینید بیابان یک منطقه تقریبا خشک، میزان بارندگی بسیار کمه. میتونم بگم اصلا موجود زنده‌ای در اونجا وجود نداره که حالا تبدیل بشه به فسیل. اگر هم فسیل بشه به تعداد انگشت شمار و محدودی هستش. پس تنوع و تعداد جانداران در دریا بیشتره، در نتیجه تنوع و تعداد فسیل ها در دریا بیشتر هستش و پیدا کردن فسیل در دریا راحت تر هستش و در بیابان ها سخت‌تر و تقریبا دشوارتر هستش. انواع محیط های رسوبی. من محیط های رسوبی ما به دو گروه تقسیم بندی می کنم. یا محیط های من دریایی هستند که میشه اقیانوس ها و دریاها، یا غیر دریایی هستند که شامل یخچال طبیعی، خاکستر آتش فشانی، سمق گیاه، مواد نفتی، دریاچه ها، مرداب ها، باتلاق ها و معدن نمک رو میتونم اینها رو براش نام ببرم. به این تصاویر توجه کنید. بیایم روی اینها یک کوچولو توضیح بدیم. محیط های غیر دریایی رو دارم به شما نشون میدم. فسیل ماموت داخل یخ. ماموتی داشتم مرده، بدنش درون یخ قرار گرفته، کاملا قسمت های نرم و سختش حفظ شده، به فسیل تبدیل شده. پس یک محیط غیر دریایی رو میتونم براتون مثال بزنم. یا حشره‌ای که درون کهربا سمق یک نوع درخت گیر افتاده، تقریبا تصویر یک ملخ هستش. یا آتش فشان پمپی یا پمپی که در کشور ایتالیا شهر در اثر فوران وزو اتفاق میفته، مردم این شهر اصطلاحا میگیم تبدیل میشن به سنگ. در ادامه این درس کاملا در رابطه با اینها صحبت میکنیم. اما به صورت یک محیط غیر دریایی که اینجا نام بردیم، خاکستر آتش فشانی، میتونم این رو برای شما مثال بزنم. این هم نمونه ای از محیط های غیر دریایی هستن. یا بعضی مواقع باتلاق هایی یا گودال هایی از قیر وجود داره. جانور، حیوان موقع عبور کردن از این گودال ها به دام میفته، درون این گودال های نفتی و قیری قرار میگیره. همطور که مثال زدیم کاملا بدنش حفظ میشه و فسیل تشکیل میشه. پس این هم نمونه ای از محیط های تشکیل شدن فسیل بود. اما راه‌های تشکیل شدن فسیل، من می‌خوام ببینم که چه روش‌هایی وجود داره برای فسیل شدن، چند نوع فسیل تشکیل میشه. شماره 1، فسیل شدن قسمت‌های سخت بدن. فقط بخش‌های سخت بدن جاندار به فسیل تبدیل می‌شود. به این فسیل‌ها سنگواره هم می‌گویند. ببینید وقتی فقط بخش سخت بدن باقی موند به فسیل تبدیل شد، میشه همین مورد اول. خب حالا این استخوان ماهی باقی مونده، فقط بخشای سخت بدن ماهی رو نشون میده، یا صدف، پوسته صدف که تبدیل شده به فسیل، یا اینجا سرخس، اون قسمت آوندهای چوبی گیاه که باقی مونده تبدیل شده به فسیل. زمان قدیم چون این فسیل ها رو روی سطح سنگ ها می دیدن، به اینها می گفتن سنگواره. پس می تونم بگم سنگواره اسم دیگه همان فسیل هستش که می تونم از اون استفاده کنم. حالت دوم، فسیل شدن قسمت های سخت و نرم با یکدیگر. یه ذره موضوع جالب تر شد. فسیل شدن قسمت های سخت و نرم با یکدیگر در مواقعی که جسد جاندار پس از مرگ در محیطی کاملا دور از اکسیژن قرار بگیرد، تمام بدن جاندار حفظ شده و به فسیل تبدیل می شود. مثل خاک های اشباع شده از نفت، سمق درختان، یخ های قطبی و کوهستانی. پس این دفعه هم قسمت نرم بدن مثل ماهیچه اندام های مختلف حفظ میشه، هم قسمت های سخت بدن. چون دو تا قسمت رو با هم دارن، به این فسیل شدن میگن فسیل کامل. دو تا قسمت بدن نرم و سخت رو با هم دارن. به این تصاویر توجه کنید. اولین فسیل، فسیل حشره‌ای درون کهرباست. گفتم کهربا سمق یک نوع درخته. درخت سمقی ترشح میکنه، این رو تنه جاری میشه، البته خیلی غلیظه، مثل تقریبا عسل میمونه.
حشره داره حرکت میکنه. حالا حشره میتونه یک مورچه باشه، میتونه یک سوسک باشه، ملخ باشه، یا حتی یک مارمولک باشه. روی تنه درخت داره حرکت میکنه، این سم چسبناکه، سم به بدنش میچسبه، این جانور دیگه نمیتونه تکون بخوره. وقتی نتونه تکون بخوره، درون سم به مرور زمان گیر میفته، زندانی میشه و در نهایت فسیلی مثل آن چیزی که شما در تصویر مشاهده میکنید به وجود میاد. یه مقدار دردناک هستش، یک موجود زنده به مرور زمان تبدیل میشه به فسیلی که شما دارین مشاهده میکنید. اما برای من زمینشناس این خیلی مهمه، در اصل زمینشناس یا فسیل شناس. ببینید، روند تکامل حیات رو پیدا میکنم، مثلا میام اینجوری بررسی میکنم مارمولکی که من تو فسیل کهربا پیدا کردم دوم خیلی درازی داشته، یا مثلا یک زمائمی روی دومش وجود داشته، اما مارمولک های امروزی دوم کوتاه‌تری دارن، یا مثلا زمائمی روی بدنشون دیده نمیشه. پس میتونم روند تکامل رو روی اینها مطالعه کنم. فسیل ماموت درون یخ، ماموتی از بین رفته، مرده، باز قسمت‌های سخت و نرم بدنش حفظ شده، یخ اونو نگه داشته، جانور درنده نتونسته بدن رو متلاشی کنه، اکسیژن وجود نداشته، پس قالب کلی بدن برای من حفظ شده. و آخرین تصویر، باز یکی از اون تصاویر دردناک هستش، فسیل مرد نمکی. این دفعه اون چیزی که بدن رو برای من نگه داشته نمک بوده. یه مثال بزنیم، شما اگر تشریف برده باشید موزه ایران باستان، سر و قسمتی از ساق پای یک مرد نمکی رو درون ویترین میتونید مشاهده کنید. اینطور به ما توضیح میدن که در زمان ساسانیان یا در زمان هخامنشیان، ببریمش عقب‌تر، یک شاهزاده درون گودالی قرار میگیره، درون یک گودالی در اثر معدن نمک میفته، میمیره، از بین میره، منتها بدنش به خاطر وجود نمک کاملا حفظ میشه. حتی این فسیلی که ما پیدا کردیم، همینطور که مشاهده میکنید، حالت کلی بدنش حفظ شده، لباساش از بین نرفته، روی جمجمهش آثاری از مو مشاهده میشه، قالب کلی بدن حفظ شده. خیلی به من کمک میکنه که ببینم اون زمان از چه چیزی تغذیه میکردن، مثلا قد انسانهای قدیم چقدر بوده، چه ویژگی هایی داشتن. این در اثر ریزش نمک، سقف تونل، سقف غار نمکی، این شخص داخل تونل محبوس شده، از بین رفته و اینطور فسیلش برای ما باقی مونده.